59 بالای صفحه رو بخونید یا اهل الکتاب. تقبل الله. الله صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، تو غار حرا جبریل آمد و پیغمبر اسلام مبعوث شدش. این زمانی که آقا از غار حرا آمد بیرون و پیغمبر رو چه؟ در دنیای اون زمان اهل کتابی وجود داشت. یهودی ها بودن تورات و کتاب خودشون حساب میکردن، مسیحی ها انجیل و مجوسی ها کتابشون رو، اوستا اسمش، حالا اینا که کتاب دینی دارن. در اول انقلاب داشتن برای نوشتن قانون اساسی ایران، اون جمعیتی که اونجا بودن که 30 تا مجتهد هم توشون بود، میگفتن چه ادیانی رو ما قبول کنیم که آسمانی هن. 3 تا دین آسمانی بیشتر قبول نکردن: یهود، مسیحی، مجوسی، یعنی زردشتی. این دیگه دین رو قبول نکردن. بقیه اصلا دین نیست، دروغ من در رسه. بودایی چیه؟ نه بهایی چیه؟ اونه بشون. اهل کتاب از نظر آقایون شورای که داشتن قانون اساسی می نوشتن، که آقای خمینی هم داشت گوش میکرد و 30 تا مجتهد، اهل کتاب فقط یهود و نصراناست و زردشتی، مجوس به حساب، بقیه به جای بند نیست. یا اهل کتاب با اونا در صحبت. آقای جنتی تو نماز جمعه تعریف کردن، گفتن که داشتیم این قانونا رو می نوشتیم، رادیو پخش میکرد، حرف می زدن پخش میکرد. گفت رفتیم تو مجلس صبح، دیدیم یک جمعیت زیادی تو این راه روی نشستن، یک قیافه ها و جور اینا 200 نفر آدم. شلوغ بود. چه خبر؟ گفتن آقا دیروز شما گفتید که در ایران فقط اهل کتابی که تحت الحمایه قرار میدن، کفار ذمی بهشون میگن، قبول دارن ساکن باشن تو ایران. گفتن همون مالیاتی که میدن مال کافیه برای جزیه بود، حمایت میکنیم، من جزء مملکت هم رو قبول دارم. شما گفتید یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها، ما ها مال طرف های کرمانشاهیم و ما صابئی هستیم. صابئی لغتا گاهی تو ترجمه ها میگن ستاره پرست، هم چیزی. ما پس چیکار کنیم؟ ما الان 400 سال باباهامون اومدن اینجا ها و داریم زندگی میکنیم. جمعیت ما نه همین 200 باشیم، یعنی جمعیت زیادی ما اومدیم. شما این فردا میخواید مملکت ما رو بیرون کنید، یعنی قبول نکنید ما رو. خب اینجور جاها چیکار میکردن؟ بدو بدو اون رو ملای خمینی دیگه. الانش تو خونه ها تا یه گربه ایمه مادر بچه میده ماما یا بابا، نه ولی آقا تا چیزی میشه میرن سراغ آقا دیگه. الان سراغ خامنه‌ای. گفت رفتیم که آقا اینا چیکارش میکنیم اینا. من 20 سال 30 سال قبل از این قضیه خونده بودم تو تحریر الوسیله. اینجا در کتاب نکاح آقای خمینی بحث کرده که آیا صابئی ها اهل کتابی هستند که میشه اسم تو باز کردن اومدم صفحه 258 نوشته کتاب نکاح، اینجا بحث میکنه آیا اینا اهل کتاب هستند که میشه مثلا صیغه کرد ازدواج کرد، یا اهل کتاب حساب نکنیم بکنیم و برای این بحث توش که آیا، چون آخه میگن فقط با اهل. تو رساله فارسی داریم، تو رساله فارسی نوشتن ازدواج فقط با اهل کتاب جایزه، صیغه شو که همه قبول دارن، 4-5 تا مراجعمون دائم هم قبول دارن. اونجا دیگه انقدر مفصل نیست، اینجا گفتن صابئی ها. اینا رو چه حساب بودن دیگه؟ صابئی از قرآن کریم هم در آیه 62 بقره هم در 67 مائده صابئین، صابئون داره، از اون وقت هم اسماشون بوده. زیرش تو ترجمه ها می نویسن ستاره پرست، که تو اون غلط همست. حالا من 62 بقره رو میارم. حالا حالا بیارم براتون. ببینید آیه 62، حالا یه خود این آیه این ورون بر تا بینم چنده این آیه. بله، خب 62 ان الذين صفحه 10 قرآن
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، اینا رو میگن. زیر صابئین ببین نوشتن صابئان، حالا این نگفته دیگه چی، بعضی جا که ترجمه میکنن. باز تو آل عمران این اسم اومده، تو مائده، تو مائده این اسم اومده و آیه 69 ببخشید. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، اسم آقا نوشتن که چه کنیم این صابئون رو چی حساب کنیم، میشه ازدواج کرد نمیشه ازدواج کرد. تو تحریر نوشته بودن، تحریر آقا سال 30 و فلان حاشیه کردن، 30 انقلاب 58 شروع شده، یعنی حدود 20 سال پیش نوشتن. قیل گفته شده که صابئی های فرقه از مسیحی ها هستن، اینجا نوشتن. اگه تحقیق بشه که یه فرقه از مسیحی ها هستن، حکم مسیحی ها دارن، این نوشته بود توش. تا رفتن پلو آقا، آقای جنتی فرمود ما 20 نفر آقای خمینی برای تحقیق فرستاد، که یکیش من جنتی بودم، اونم با جمعه بود، با بگم برند آقای اون محلشون شما تحقیق کنید ببین حقیقت دین اینا چی. بار از این تحقیق کردیم، دیدیم یه طایفه ای از نصارا هست. با آقا خبر دادیم، آقا هم گفتن خب هستن دیگه نصارا که مورد قبول اینا، یه طایفه از نصارا، اینا رو داشتون نماز جمعه می کنیم. تو همین کتابه که من الان ورقم زدم که میخوام احکام همین ازدواج رو بیارم، نوشتن که گفته شده از نصاران، اگه تحقیق بشه خب نصارا هستن. بله اینا هاش لا یجوز للمسلمت ان تنکح الکافر، دارم میگن تا رسیدن به صابئین. اما صائبه ففیها اشکالون، فعلا تو طرح الوسیله میگه برای من خمینی مشکله، نمیدونم صابئه کیه. حیث انه لم یتحقق عندنا الی الان، تا الان که قصد قلم دست منه نفهمیدم حقیقت دینشون چیه. ان تحقق انهم طائفه من النصارى، اگه تحقیق نشون بده که طائفه النصارى هستن، کما قیل گفته شده تو بعضی کتابا، قانون به حکمه که آقای جنتی گفتیدیم نه، همین تحقیق کردیم نصارا، گفتیم آقا شما جزء نصارایید قبوله که باشه. خب پس صابئین هم میشن اهل کتاب نتیجه تن. حالا بیم سراغ درس. صفحه چند بود بخوندیم؟ بله. یا اهل کتاب. حالا پیغمبر آمد و حالا دست داستان ها، حالا مشرکین خب بت میپرستیدن، اونا که پیغمبر باشن. امام باقر فرمودن 10 سال تو مکه بزن بزن بود و بکش بکش، سر دو تا کلم، نه سر نماز و روزه و خمس و زکات، لا اله الا الله محمد رسول الله. و فرمود امام باقر از این 10 سال به بهش رفتن عده‌ای بدون که هرگز نماز بخونند یا روزه بگیرند، سر همین دو کلمه که قبول کرده بودن. آخه دستورات که می آمد مثلا روزه تو مدینه آیش اومد، ولی همین دو کلمه هم پدر در بیار بود، دو کلمه می گفتی تموم بود کاره. حالا اهل کتاب دیگه مختلف شده. جناب سلمان فارسی ما از اون اهل کتابای قدر بود، ایشون مسیحی بود و حدود 300 سال آیت الله العظمای مسیحی ها بود. همین سلمان، کتاب سلمان وقت گیر میارید بخونید، از خیلی چیز جالبه، چجور بود که مسیحی شد، در رفت اومد، کجا بود. ایشون یه سنی که براش کمتر هم هست می نوشتن در حال از دنیا رفتن 340 سالش بوده، در حالی که تو جنگ خندق جزء مسلمان ها دیگه اومد. بله جنگ خندق هم 3-4 سال آخر بود، بعدم 2 سال به حکومت رسمی امیرالمومنین تو مدائن از دنیا رفت. این 40 سال نشده، حدود 312 سالش هم بود مسیحی شده تو کتابه. این همش توی کلیساها بود، ولی درست بود کارش، دنبال مسیحی های صحیح و نسب و درست بودش و آخوندشون بود و خیلی هم مبلغ. کل تورات حقیقی رو حفظ بود سلمان، کل انجیل حقیقی رو حفظ بود. خب خیلی هم دانش بزرگ بیرم. این دنبال پیغمبر تو کتابا اومد مدینه، گرفتار شد، تو خونده بود همین حالها داره میاد اون پیغمبر که اومد، تا اومد ملحق شد به پیغمبر. از اینا داشتیم اهل کتابی که ندنبال بودن، میامدن ایمان آوردن. یه دونه دانشمند یهودی وقتی که پیغمبر ما 23 سال 24 سالش بود، تو منزل ابو طالب، یتیم ابو طالب بود، خرجش هم ابو طالب میداد، داشت تو کوچه راه میرفت، اون دانشمند یهودی که بلو خدیجه بود، تو اون بالا خونه تجارت خونه بود و اونا بود، شخصیتی بود ایشون،
گفت خدیجه این جوون تمام علائم پیغمبر آخر زمان رو من دیدم درش، تو تورات نوشته همش هستش، فقط یه مهری بین دو کتفش، من روم نمیشه بگم پیرنشو بالا بزنه ببینم، میشه قوم خیش شماست از بخواید مثلا اینا. صدا زدند و بالا زد و دید و واستاد یهودیه به گریه کردن و افتاد رو دست پای پیغمبر التماس و یا رسول الله تو پیغمبر آخر زمانی. خیلی تعجب کرد خدیجه، اون دست باشه در اون آقا رفت چیزی نکنه. و خدیجه پیغمبر آخر زمان همش درست، این دینش همه جهانو میگیره، اونجور میشه اونجور میشه. گفت خدیجه تو تورات نوشته یه زنی از فامیلش از طایفش قبیلش، جناب خدیجه مال قبیله قریش بودش، زنش میشه و تو بهشت هم همون زنشه و او امامان این دین تا قیامت از اولادای اون زنن. بعد خدیجه تو که قبیلش هست شوهرم که نداری، خب برو زنش بشو. اینجا بود که حضرت خدیجه یه دل نه صد دل شد عاشق، یعنی عاشق تورات، عاشق ایمان که بشه این مقامو به دست بیاره از کتاب تورات. این اثری که تورات رو خدیجه گذاشت، چرا این قرآن رو من نمیذاره؟ ایمان میخواد دیگه، ولی قرآن خیلی وعده ها داده. خب برو برو پول بده جون بده همه چی بده. ببین تبلیغ میکردم. پسر عموی این خدیجه ورقت ابن نوفل مسیحی بود تو مکه، اول کسی هم بود که انجیل رو به عربی ترجمه کرد. این استاد مرجع تقلید خدیجه بود، همه کارم زیر نظر او انجام میداد. دو سال قبل از بعثت از دنیا رفت. پیغمبر فرمود ورقه رو تو بهشت دیدمش شب معراج، لانه آمن بی و صدقنی، این از رو کتاب تورات به من ایمان آورده بود انجیلا و من رو تصدیقم میکرد و هیم میگو به خدیجه خبر میدم، میگو این پیغمبر آخر زمان آره زنش بشه و فلان. دو سال بعدم پیغمبر مبعوث شدش. بودن اهل کتابی که اومدن ایمان آوردن قبول کردن تبلیغات، متاسفانه عده زیادشون به خاطر به قول کار ما آخوندی دیگه پول و درآمد و رئیس و مئیس و اینا زدن زیرش. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اهل کتاب شما که با چشمتون میبینید یقین دارید کار محمد حقه، تو کتابام نوشته. هی این نیست و اون نیست و دروغ میگه، آخه چرا این کارو میکنی؟ چرا حق رو با باطل میپوشونید؟ بله دیگه این بدبختی ها شروع شده شد. داستانی داره در دنیا میگذره. ببینید یا باید خدا بپرستیم یا پول، یا خدا بپرستیم یا بابا ننه ملت جمعیت مملکت از این حرف، یا باید خدا بپرستیم و و و. ولی ماها گفتیم لا اله، هیچ معبودی رو زیر بار نرفتیم الا الله. این باید راست بگن دیگه، هیچ معبودی نه، لا اله. این کتاب میفرماد فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. آیت الله شهید مطهری میفرمود محال کسی ایمان بشه مگر کافر محض باید بشه اول، یکفر به طاغوت حالا یؤمن بالله. تو من و شما تا کافر 100% نشیم محال مؤمن بشیم، باید بگو لا اله، هیچ الهی نیست، کافر محض الا الله. گفت طرف اومد بگه لا اله الا الله، لا اله، هر که گفت سرفش گرفت، دیدن حرفی نمیزنه گفتن کافر کشتندش. گفت بابا زب کن، من صرفم گیره الا الله رو الان میگم. لا اله نیست، خدایی نیست، لا اله. بله ما بل لا الهی بشیم، بل الا الله بشیم. اینا دیگه هم نرفتن متاسفانه، حقا میدونستن با این است. نجران سابق مثل واتیکان الان محل مسیحی ها بود که اون وقت آخون تربیت میکردن، مسیحی به سراسر دنیای مسیحیت ارسال میکردن که الان واتیکان این کارو میکنه. اون وقت هم دولتی بود، بودجش دولت روم بودجش میداد، حالا که دولتی. نامه رفته پیغمبر ما برای این نجرانی ها، 80 تا از علمای اعلامشون اونجا بودن، حالا رئیس کلشون و عاقب و چی و اینا. دولت روم یعنی قیصر روم هر سال یک ماه میمد نجران وانمود میکرد من زیر نظر اینا هستم، البته اونا متکبر بالا که انقدر مسیحی بودن دیگه. نامه رفته که بابا منم اون پیغمبر موعود شما تو کتاب ها، خوب بیاد ایمان بیارید دیگه. بحث و بحث و بحث که آمدن کار به مباهله کشید و جرأت نکردن مباهله کنن. بحثاشون رو تاریخ ها همه نوشته. سو سه روز بحث میکردن، بعد تو بحث ها هست همشون میدونستن این پیغمبر برحق اومده چون دارن بحث میکنن، معلوم معجزات شو خبر داشتن، کتاب شو خبر داشتن، تو کتاب ها بودش. ریاست رو از دست نمیخواستن چون پول میگرفتن. اینا توی کتاب علم منجل
شخصیت های مسیحی اسمشون نوشته، این هم میترام چی چی فل اسم زیاده، اینا همه پول حقوق شخصیت و الان هم هستن. چند وقت پیش تلویزیون نشون میدادی آخوندهای یهودی ها واسده بودن، چرا ریش شد، چرا لباس های، چرا بسان، اینا همه سمت های دینی دارن دیگه. مسیحی ها هم طورن الان هم پستش. لانه جاسوسی گرفته شده بود، دولت آمریکا برداشته رئیس مسیحی های اون زمان جهانو رئیس پرسل بلای خمینی، من تو تلویزیون دیدم که آقا اینا والا مثلا اینا هم آقاست که مثلا اینا آزاد بشن فلان. آقا سخنرانی میکنه فرمودن که عیسی مسیح طرفدار پا برهنه ها و مستضعفین بود، شما پاشیدی از مستکبر اومدی اینجا پلومنده. اینا دینی که نداشتن، حالا دیگه این شما آخونده آخوندشون رو فرستاد. ببین اینا بس نمیدونن چرا میدون الان هم میدونن کاملا میدون. اینو شما بدونید، شما برو تو جهنم برای تماشا ها، برای تماشا جهنم یه در عذاب میشه. کی عذابش میکنه؟ خدا. چرا عذاب میکنه؟ چون مجرمه، مجرمه دیگه. میدونسته با چشم باز حقیقت کجاست، هی دروغ دروغه، نگفته نه برای پول ریاست فلان. اگه ندونه که خدا محال عذاب کنه، ندونه کاریش ندارن، حجت ها تمام شده. میدونن حق کجاست، باطل چیه، تلبسون الحق بالباطل، هی حق رو لباس باطل تنش میکنن، یعنی مسلمان ها غلطن، دین غلطه فلان، و تکتمون الحق، هی حق رو میپوشونن، و انتم تعلمون، دعوا سر همینه و حالی است، در حالی که شما 100% میدونید این پیغمبر کارش درسته. چرا میدونید درسته نمیاد ایمان بیارید؟ تمام فرقه ها هم همطور. الان ببینید بشر چرا دین رو برمیداره اینجور میکنه. متاسفانه موسی داشت تو مردم را میرفت، خب دین آورده. موسی از دنیا رفته، دینش 71 فرقه شده، همه موسی را قبول دارن، تورات هم قبول دارن، فرقه فرقه فرقه، الان هم فرقه فرقه هم یهودی ها. عیسی از دنیا رفته، دینش 72 فرقه شده، همه میگن مسیحیم، همه میگن نجات. پیغمبر ما هم رفته، دینش 73 فرقه شده، پیش رفت دارن. بله پیغمبر فرمودون 71 فرقه، تمامشون اهل جهنم هم جز پیروان یوشع ابن نون که وصی حقیقی موسی بود. مسیحی ها همه اهل جهنم هم جز پیروان شمعون الصفا که وصی عیسی بود. مال من هم همه اهل جهنم هم جز پیروان وصی هم علی ابن ابی طالب. این روایت توی تمام کتاب سنی ها هستش. ماویه 5 ماه و نیم بوده بود، مونده بود پیغمبر بره لاخاکا، 5 ماه و نیم بعدش پیغمبر دنیا رفت. این چون فرار کرد از تو مکه در سالی که مکه فتح شد و گفت من ساحر دروغگوی کذاب رو میکشم، یعنی محمد رو، فرار کرد. اینا سنش هم همسن حضرت علی بودش، یعنی اگه تو خیابون میگفتی آی ما بشناستم بده بیورم تاریخ تبلش حضرت علی سن، میخوام بگم بچه‌م نبود. منتها پیغمبر قوی شد و قوی شد، حکم قتلش هم صادر کرده بود، دید نه حتی سوراخ مشتی گیر نمیاره، میکشندش، قوی شده پیغمبر. 5 ماه و نیم مونده بود اومد تو مکه، مدینه مسلمون شد که نکشدش. همین وقتی داشت مسلمون میشد پیغمبر داشت مسخره میکرد که عمر شمشیر کشید گفت آقا این داره مسخره میکنی بکشمش. یه شغلی هم باید داشته باشه، همه چی به هم خورده بود دیگه، حالا باباش بود داره این همشه. این چوب نوشتن بلد بودش، آقای کار دولتی به قول ما دادن دستش که نامه هارگاهی بنویسه که پولی هم بود قرضش در بید. تو این 5 ماه و نیمه یه وقتی میخواست آقا نامه بنویسه، پیغمبر وقت چیزی نمی نویسه، نوشته رو مهر میکرد پاش میفرست. این نبود، اون نبود، نبود کاتبا نبودن، معاویه بودش، فرستاد که معاویه بیاد این چیزی بنویسه. این دیده بود پیغمبر این غلاما که قضا میخورند یا افراد میگن نه بذار قضاشو بخوره بیاد، گفت برو بگو قضا میخوره، دروغا نمیخواست بیاد، گفت برو بگو قضا. خب آقا سب کرد یه 20 دقیقه چقدر قضا طول میکشه، باز فرستاد که بیا، گفت برو بگو در قضا بود. باز 20 دقیقه بعد نبود کسی ها، باز فرستاد که بیا، کار لنگ بود، گفت برو بگو قضا میخوره. خب همه فهمیدن مسخره داره میکنه. آقا فرمودن سیر نشه پیغمبر فرد. از این لحظه که این حرفا از دلم محمد آمد بیرون،
تا اون لحظه که معاویه مرد، معاویه 80 خورده سال عمر کرده، خیلی عمر، اصلا معاویه از دنیا رفت، یزید 2-3 سال سر کار بود، همین آخرا بودش رفت. تو کی؟ تا حدود 20 سال، چقدر بعد از حضری معاویه زنده بودش، نه 80 خورده سال شد، حضری 63 سال، اون 80. تا اون لحظه که از دنیا رفتش، از لحظه که پیغمبر رو گفت، از گشنگی داشت میمرد همیشه. این معجزه بود، دائما گشنش بودش، میخورد میخورد دیگه تو نمیشد دیگه بره تو، میگفتن میترکی، اگه نمیره دیگه جلوش رو میگرفتن، ولی گشنش بودش. همه هم میدونستن نفرین پیغمبر هستش، چه کنه پیغمبر شما، چه کنه معجزه بکنه. معاویه امیرالمومنینه که با علی جنگیده، با حسن جنگیده، حسن رو کشته، میدونستن تو خونه همه مردم هم میدونستن یه الان گشنگی داره میمیره همیشه. بوتا خب قضا میدوشتن پلوس یاد نخوره، چون بعدش به هم میرفتن بسته اینا همشن گوش. این معجزه رو همیشه داشت. دنیا یه همچین مسائلی میگذره. علی ابن ابی طالب رو میدیدن که داره با آتیش کار میکنه، مثلا خب میشه تو خونه این ور اونور انبار ور نمیدونه، میشه دستش میکنه آتیش هم میزنه. یا علی آت فرمودن در جنگ خیبر وقتی پیغمبر منو خواست، چشمام درد میکرد که آب دهن زد، چشمام شفا گرفت، میخواست برفسته برای جنگ، فرمود خدا اثر گرما و سرما رو از تو برداره. از اون لحظه تا لحظه مرگش نه گرما درش اثر میکرد نه سرما، عمدن جلو مردم دست رو آتش میکرد، ده دقیقه هم نگه میداشت که ببینید معجزه رو، ببان اثر نمیکنه نه گرما نه سرما. تو کوفه انقدر هوا سرد بود که سرما می‌خواستم بمیرم، آقا همجوری با تک پیرن داره میره، آقا سردت نمیشه. فرمود اون روز که پیغمبر دعا کرد هنوز اثرش برای من هست. این معجزه رو هم داشتم میدیدم. اونا کار خودشون رو خوب میکنند، طرف نمیخواد زیر بار بره، اون بحث بعدی است. هی اون حق باطل، باطل حق باطل، بچت بدبخت، با چشم باز با حقایق مخالفت میکنن. علل کتاب لمت البسون الحق بالباطل، چی این آقا دروغه، کجاش چی هست؟ آقای نجرانی ها که شما آخرین دین هستید، بعد از مسیحیت دیگه آخره دیگه، اومدید تو مدینه تمام سوالا رو کردید، همه و همین آل عمرانه، چرا زیر بار نمیرید؟ صفحه 57 یه ورق من زدم، میفرماد که الحق من ربک، سوال جواب میکرده، همه جوابا درست بود، فلا تکن من الممترین، فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. اینایی که اومدن الان این همه از تو سوال جواب گردند و چه و چه، این همه هم علم تو نشون دادی از طرف من، همه هم درست بود، دو نرفتن گفتن خدا ستاست، تو میگو یکی ستاست، ابا ابن روح القدس. آخرش بناشون مباهله کنن، گم تو رو از اون ستا بخواید منو بکشه، من از این یکی بیاد مباهله. مباهله جرأت نکردن بکنن، گفتن جزیه میدیم. تمام دنیای اون زمان فهمیدن مسیحیت، علماشون آخونداشون نرفتن از نجران، با این شخص که تو جزیرت العرب میگه پیغمبرم، جرأت نکردن خدا رو محاکمه بخوان، جرأت نکردن دیگه، جزیه زیادی میدادن. شما امشب رسیدی خونه، تفسیر نمونه رو باز کن، آیه 60 همین آل عمران بیر 61 صورت جزیه رو آیت الله مکارم نوشته. من 4 بار حساب کردم، به حدود 7 میلیارد در سال بوده، جزیه کم نبوده، اینا مردمی بودن، یا میکشیمتون یا باید مسلمان بشید یا پول خودت بیا. جزیه زیاد گفتم میدیم، نگفتم با خاری هم باید جزیه رو بدن، یعتل جزیته و همسا. تمام دنیا هم فهمیدن که آخونداشون رفتن جرأت نکرد، چرا تکون نمیخورن؟ مردم با چشم باز دارن میرن جهنم، چیکار کن؟ خدا چیکار بکن؟ شونه با خونش همه متوجه شدن، همه چی. آقای بهجت فرموده بود من با وهابیا مباهله میکنم، هر وقت بیان حاضرم مباهله همیشه هست، بریم مباهله کنیم، خدا رو با حکومت ببینیم، ببینیم وهابیا درسته یا اسلام من. نکردن دیگه، به من الان هم نمیکنه، الان حق و باطل همه. من کجا بود داشتم گوش میکردم، نواری بودم، رادیو بود، یادم رفت چند سال پیش، داشت با اون آمریکایی صحبت میکرد که فارسی بود، اونم فارسی بود، در راجع به طوفان تبس بود که شما 19 بار تمرین کرده بودید، هم هواشناسی دیده بودید، چرا اینطور شد؟ آخه خیلی چیز تعجب آمیزی رخ داد. تبسی ها اومدن گفتن
پدرور پدرور پدر که 200 سال یادمون نمیاد اصلا طوفان اینجا شده باشه. طوفان خیزیست اونجا، ثانیه ای طوفان اومده، یعنی 2 ثانیه قبلش نه 2 ثانیه بعد هم اونجور کارایی نداشت، یو همشون نابود کرد. هی گفت گفت، آخرش امریکایی گفت خدای خمینی این کارو کرد. دعوا سر همینه، این دعوا همینه. خب خدای خمینی یا بچه که نیستن که، خب ما همینه میگم، خب خدا طرف بینه میتون چرا نمیر بگی. و آبی که اومد تو شهر مرکزی چند سال پیش 200 کیلومتر سرعت و 20 کیلومتر ارتفاع، 3 تا مسجد پیزوری، یه طبقه چوبی پوسیده، یه قطره آب توش دارم، خونه بغلی مسجد، عکسشو برای من اون دوستم فرستاد، 17 طبقه بتون آرمه از کند آب رفتش. چرا تو مسجد آب نرم؟ همه دنیا هم اومدن دیدن، خبرنگاری هم اومدن دیدن، همم هم کور و کر و خر، هیچ مثل که مثلا ندیدیم. چرا خدا خیلی حجت تمام میکنه، نمیرن زیر آبش. ای بابا این که دیگه کلک نیست، این که دیگه جمهوری اسلامی نیست، آبه اومده نرفته توی این مسجد. تو نفهم چی جور نرفته، چی بوده مسجد که دوش نرفت؟ زنی زد اون پسر آبایی، گفتش که الان خبرنگارا اونجا چند سال پیش فقط تو مسجد های کسی بوده نمورده، بقیه که هم رفتن. گفت الان ما از رو تلویزیون مسجد برای من فرست، الان مسجد بود که این خونه 17 طبقه بوده این مسجد. بله میبینن با چشم. این جنگ 33 روزه که چند سال پیش لبنان و اینا کرد، شکست خوردن دیگه، همش معجزه پشت معجزه بود با چشم باز. میگفت نشسته بود پشت این دستگاه ها که میزنن، اون بالا دستگاه ها ضعیف مال ما که خیلی که بزنن دارم. اینا به حساب خودشون الان اسمال بلد نیستم، داشتن هواپیما میفرسته برای هم دعوا و چه و فلان اینا. این هم که نشسته بود شب بوده، خوابش هم برده بوده، هم لبنان تو خواب از زهرا رو خواب میبینه که بزن بزن، اینا بیدار میشه چیزی نمیدیده، بزن بزن. اتفاقا همه الان خورد به جایش افتاد، خیال کردن اینا دستگاه دارن، شبام دعوی و زهر در جنگ برگشت. بله موشک زده بودن برای اسرائیلیان، همونجوری بخواید انقدر چیز دقیقا رو تو پادگانه میگم جمعیت جمع کرده بودن که دوباره ارسال کنن، افتاد تو وسط اینا، همه درار در رفتن، دیگه هم کسی نیومد. بله خدا پیروزی آورد، همشون میدونن، همشون همشون میدونن. صدام نامه‌ای که نوشته بود 3 روز بعد تو تلویزیون ایران بخونه، تو حمله‌ای که کرده بود حساب شده بررسی شده، اونا که بچه و نینی و احمق که نیستن، همه لشکر جنگی هم دیگه تمام شده بود، 3 روز بعد همه گرفته بود، 8 سال جنگ شده، آخرشن خودشون شده. میبینن دستای خدا رو، کمک‌های خدا رو میبینن، الان هم دارن بیم، الان هم دارن بیم، با این چشم باز با خدا در افتادن. اللهم صل علی محمد.